دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منظور آرام کردن نگرانی اسرائیل تلاش کرده به اسرائیل اطمینان دهد که با اعطای امتیازهای جدید به تهران برای دستیابی به توافق هسته‌ای موافقت نکرده است. گزارش از شهلا راسه. به گزارش تایمز اسرائیل، یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به سایت خبری اسرائیلی والا گفت امضای یک توافق هسته‌ای با ایران قریب الوقوع نیست و اضافه کرد ممکن است ما به توافق از دو هفته پیش نزدیکتر باشیم، اما هنوز ابهاماتی وجود دارد و اختلافات با ایرانی‌ها باقی است و آمریکا با دادن امتیازات جدید به تهران موافقت نکرده است. اما طبق همین گزارش، مقام‌های اسرائیلی به گفته‌های دولت جو بایدن اطمینان ندارند و تایید کردند که صحبت‌ها میان اسرائیل و آمریکا در روزهای اخیر با محتمل‌تر شدن توافق هسته‌ای با ایران دشوارتر و منجر به بحث‌های شدید با آمریکا شده است. جمهوری اسلامی هفته پیش به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا که میانجیگر میان آمریکا و ایران بوده، پاسخ رسمی داد. یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران پیشنویس این پیشنهاد را فراتر از توافق 2015 برجام خواند و گفت از خط قرمز دولت بایدن عبور می‌کند. همزمان مقامات آمریکایی گفتند تهران از درخواست خود برای حذف سپاه پاسداران از لیست تروریسم صرف نظر کرده. در همین حال سناتورهای جمهوری‌خواه بیل هگتی و تیم سکات و سناتورهای دموکرات مگی اسمیت و جکی روزن یک طرح مشترک فراحزبی به کنگره ارائه کردند که قانون 1996 تحریم‌های ایران را دائمی می‌کند و با انتشار بیانیه‌ای در این مورد گفتند تحریم‌های ما بهترین ابزار برای محدود کردن توانایی‌های ایران برای تأمین مالی عملیاتی است که اسرائیل، شرکای عرب و پرسنل ارتش آمریکا را تهدید می‌کند. در این میان به گزارش سایت انتخاب، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفتیم از مقطع دبستان مدارس انرژی اتمی در شهرهایی که در آنها تأسیسات وجود دارد تأسیس کنیم. شهلا راسته، صدای آمریکا.